عشق و جوانی حکایت. حسنی میمندی را گفتند سلطان محمود چندین بنده صاحب جمال دارد که هر یکی بدیع جهانی اند، چگونه افتاد است که با هیچ یک با ایشان میل و محبتی ندارد، چنان که با ایاز که زیادت حسنی ندارد. گفت هرچی بدیل فرو آید در دیده نکو نماید. هر که سلطان مرید او باشد، گر همه بد کند نکو باشد. آن که را پادشاه بیندازد، کسش از خیل خانه ننوازد. کسی به دیده این کار اگر نگاه کنی، نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی. و اگر به چشم ارادت نگاه کنی در دیو، فرشته ایت نماید به چشم کروبی. حکایت. گویند خواجه ای را بنده نادر الحسن بود و با وی به سبیل مودت نظری داشت. با یکی از دوستان گفت دریغ این بنده را با حسن و شمایلی که دارد، اگر زبان درازی و بی‌ادبی نکردی. گفته ای برادر، چون قرار دوستی کردی، توقع خدمت مدار که چون عاشق و معشوقی در میان آمد، مالک و مملوکی برخواست. خواجه با بنده پری رخسار چون در آمد با بازی و خنده، نه عجب که چه خواجه حکم کند، وین کشد باری ناز چون بنده. غلام آب کش باید و خشت زن، بود بنده نازنین مشت زن. حکایت. پارسایی را دیدم با محبت شخصی گرفتار، نه طاقت صبر و نه یارای گفتار. چندان که ملامت دیدی و غرامت کشیدی، ترک تسابی نگفتی و گفتی کوته نکنم زدامنت دست، ور خود بزنی به تیغ تیزم. بعد از تو ملاز و ملجعی نیست، هم در تو گریزم ار گریزم. باری ملامتش کردم و گفتم عقل نفیست را چی شد تا نفس خسیس غالب آمد؟ زمان فرو رفت و گفت هر کجا سلطان عشق آمد نماند، قوت بازوی تقوی را محل. پاک دامن چون زید بیچاره ای، افتاده تا گریبان در وحل. حکایت. یکی را دل از دست رفته بود و ترک جان گفته و مطمئی نظرش جای خطرناک و ورطه هلاک. نه لقمه‌ای که متصویر شدی که به کام آید یا مرغی که به دام افتد. چو در چشم شاهید نیاید زرت، زر و خاک یکسان نماید برت. باری به نصیحتش گفتند از این خیال محال تا
تجنب کن که خلقی هم بدین هوس که تو داری اسیرند و پای در زنجیر. گفت دوستان گو نصیحتم مکنید که مرا دیده بر ارادت اوست. جنگ جویان به زوری پنجه و کتف، دشمنان را کشند و خوبان دوست. شرطی مودت نباشد به اندیشه جان دل از مهر جانان برگرفتن. تو که در بند خیشتن باشی، عشق بازی دروغ زن باشی، گر نشاید به دوست ره بردن، شرط یاری است در طلب مردن. گر دست رسد که آستینش گیرم، ورنه بروم بر آستانش میرم. متعلقان را که نظر بر کار او بود و شفقت بر روزگار او، پندش دادند و بندش نهادند، سودی نکرد. دردا که طبیب صبر می فرماید، و نفس حریص را شکر می باید. آن شنیدی که شاهیدی بنهفت، با دل از دست رفته ای می گفت. تا تو را قدر خیشتن باشد، پیش چشمت چه قدر من باشد. آوردند که مران پادشاه زاده را که منظوری نظری او بود خبر کردند که جوانی بر سر این میدان مداومت می نماید، خوشطبع و شیرین زبان و سخنهای لطیف می گوید و نکته های بدیع از او می شنوند، و چنین معلوم می شود که دل آشفته است و شوری در سر دارد. پسردانی است که دل او آویخته اوست و انگرد بلا انگیخته او. مرکب به جانب او راند، چون دید که نزدیک او امز دارد بگریست و گفت آن کس که مرا بکشت باز آمد پیش، مانا که دلش بسوخت بر کشته خیش. چندان که ملاطفت کرد و پرسیدش از کجایی و چه نامی و چه صنعت دانی، در قعر بخری مودت چنان غریق بود که مجال نفس نداشت. اگر خود هفت صبح از بر بخانی، چه آشفتی الیف بیته ندانی. گفتا سخنی با من چرا نگویی که هم از حلقه درویشانم، بلکه حلقه به گوش ایشانم. آنگه به قوت استینای محبوب، از میان تلاطم امواج محبت سر برآورد و گفت عجب است با وجودت که وجود من بماند. تو با گفتن اندر آیی و مرا سخن بماند. این بگفت و نعره بزد و جان به حق تسلیم کرد. عجب از کشتن باشد بدری خیمه دوست، عجب از زنده که چون جان بدر آورد سلیم. حکایت: یکی را از متعلمان کمالی بهجتی بود و طیبی لهجتی، و معلم را از آنجا که حسی بشریت است با حسن بشره او معاملتی داشت. زجر و توبیخی که به کودکان کردی در حق وی روا نداشتی، و وقتی که به خلوتش دریافتی گفتی نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی، که یاد خیشتنم در ضمیر می آید. زی دیدنت نتوانم که دیده بربندم، وگر مقابله بینم که تیر می آید. بار پسر گفت آنچنان که در آداب درس من نظر می فرمایی، در آداب نفسم نیز تأمل فرمای، تا اگر در اخلاق من ناپسندی بینی که مرا آن پسند همی نماید، برانم اطلاع فرمای تا به تبدیل آن سعی کنم. گفت ای پسر، این سخن از دیگری پرس که آن نظر که مرا با توست
جز هنر نمی بینم. چشمی بداندیش که برکنده باد، عیب نماید هنرش در نظر. ور هنری داریو هفتاد عیب، دوست نبیند بجز آن یک هنر. حکایت. شب یاد دارم که یاری عزیز از در در آمد، چنان بی خود از جای خود برجستم که چراغم به آستین کشته شد. شگفت آمد از بختم که این دولت از کجا مرا شد. بنشست و عتاب آغاز کرد که در حال که بدیدی چراغ بکشتی به چی معنی؟ گفتم به دو معنی. یکان که گمان بردم که آفتاب برآمد، و دیگران که این بیتم به خاطر بگذشت. چون گرانی به پیش شمع آید، خیزشان در میان جمع بکش. ور شکرخنده ایست شیرین لب، آستینش بگیر و شمع بکش. حکایت. یکی دوستی را که زمانها ندیده بود گفت: کجایی که مشتاق بودم؟ گفت: مشتاقی بیه که ملولی. دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست. معشوق که دیر دیر بینند، آخر کم از آن که سیر بینند. شاهید که با رفیقان آید، به جفا کردن آمده است، به حکم آن که از غیرت و مزادت خالی نباشد. به یک نفس که برآمیخت یار با اغیار، بسی نماند که غیرت وجودی من بکشد. به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی، مرا از آن چیپ که پروانه خیشتن بکشد. حکایت. یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی چون دو با دام مغز در پوستی صحبت داشتیم. ناگاه اتفاق مغیب افتاد، پس از مدتی که باز آمد عتاب کرد که در این مدت قاصدی نفرستادی. گفتم: دریغ آمدم که دیده قاصد با جمال تو رفشن گردد و من محروم. یاری دیرینه مرا گو به زبان توبه مدی، که مرا توبه به شمشیر نخواهد بودن. رشکم آید که کسی سیر نگاه در تو کند، باز گویم نه که کس سیر نخواهد بودن. حکایت. دانشمندی را دیدم به کسی مبتلا شده و رازش از پرده به ملا افتاده. جوری فراوان بردی و تحملی بیکران کردی. باری به لطافتش گفتم که تو را در مودتی این منظور علتی به بنای محبت بر زیلتی نیست. با وجودی چنین معنی لایق قدر علما نباشد خود را متهم گردانیدن و جوری بیادبان بردن. گفت: ای یار، دست عتاب از دامن روزگارم بدار. بارها در این مصلحت که تو بینی اندیشه کردم و صبر بر جفای او سهل تر آید همی که صبر از نادیدنی او. و حکما گویند: دل بر مجاهد نهادن آسانتر است که چشم از مشاهده برگرفتن. هر کی بی او به سر نشاید برد، گر جفایی کند بی باید برد. روزی از دست گفتمش زینهار، چند از آن روز گفتم استغفار. نکند دوست زینهار از دوست، دل نهادم بران چی خاطر اوست. گر به لطفم به نزد خود دان خاند،
ور به قهرم براند او داند. حکایت: در اون فوان جوانی چنان که افتد و دانی، با شاهدی سری و سری داشتم، با حکمی آن که خلقی داشت، آن که نبات آرزش آب حیات می خورد، در شکرش نگاه کند هر کی نبات می خورد. اتفاقاً به خلاف طبع از وی حرکتی بدیدم که نپسندیدم. دامن از او در کشیدم و مهر برچیدم و گفتم برو، هرچی می بایدت پیش گیر، سری ما نداری سری خیش گیر. شنیدمش که همی رفت و می گفت شب پر اگر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. این بگفت و سفر کرد و پریشانی او در من اثر. باز آی و مرا بکش که پیشت مردن، خوشتر که پس از تو زندگانی کردن. اما با شکر و منت باری پس از مدتی باز آمد، آن خلق داودی متخیر شده و آن جمال یوسفی به زیان آمده و بر سیب زنخدانش چون بیه گردی نشسته و رونق بازار حسنش شکسته. متوقع که در کنارش گیرم، کناره گرفتم و گفتم آن روز که خط شاهدت بود، صاحب نظر از نظر براندی، امروز بیامدی به صلحش، کش فتح و زمه برنشاندی. تازه بهار و ورقت زرد شد دیگ منی که آتش ما سرد شد. چند خیرامی و تکبر کنی، دولت پارینه تصور کنی. پیش کسی رو که طلبگار توست، ناز بران کن که خریدار توست. سبزه در باغ گفتند خوش است، داند آن کس که این سخن گوید. یعنی از روی نیکوان خط سبز، دل عشاق بیشتر جوید. بوستان تو گند نازار است، بس که بر می کنی و می روید. گر صبر کنی ور نکنی، موی بناگوش، این دولت ایامی نکویی بسر آید. سوال کردم و گفتم جمال روی تو را چی شد که مرچه بر گرد ماه جوشیده است؟ جواب داد ندانم چی بود رویم را، مگر با ماتم حسنم سیاه پوشیده است. حکایت: یکی را پرسیدند از مستعربان بغداد، ما تقول و فی المرد، یعنی درباره امردان چی میگویی؟ گفت لا خیر فهم ما دام احدهم لطیفن یتخاشن و فایزا خشونه یتلا تفو. یعنی چندان که خوب و لطیف است، درشتی کند و سختی، چون سخت و درشت شد تلطف کند و دوستی نماید. امرد آنگه که خوب و شیرین است، تلخ گفتار و تند خوی بود. چون بریش آمد و بلعنت شد، مردم آمیز و مهرجوی بود. حکایت: یکی را از علما پرسیدند که یکی با مهروی در خلوت نشسته و درها بسته و رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت غالیب، چنان که عرب گوید التمر یانی و ناتغر تروغیر و مانع. ترجمهش:
خرما رسیده و باغبان برفته. هیچ باشد که به قوت پریزکاری از او به سلامت بماند. گفت اگر از مهرویان به سلامت ماند، از بدگویان نماند. شاید پس کار خیشتن بینشستن، لیکن نتوان زبانی مردم بستن. توتی را بزاغی در قفس کردند و از قبح مشاهده او مجاهده می برد و می گفت این چه طلعت مکروه است و هیئت مقموع ممقوت و منظر ملعون و شمایل ناموزون. الصباح بروی تو هر کی برخیزد، صباح روز سلامت بر او مسا باشد. بدختری چو تو در صحبت تو بایستی، ولی چنین که تویی در جهان کجا باشد؟ عجبتران که غراب از مجاورت توتی هم به جان آمده بود و ملول شده، لا حول کنان از گردش گیتی همی نالید و دستهای تغابون بر یکدیگر همی مالید که چی بختی نگون است و تالیدون و ایامی بو قلمون. لایق قدر من آن است که با زاغی به دیوار باغی بر خیرامان همی رفتمی. پارسا را بر این قدر زندان که بود هم طویله رندان، تا چی گناه کردم که روزگارم با عقوبت آن در سلک صحبت چنین ابله خود رای ناجنس خیردرای با چنین بند بلا مبتلا گردانیده است. کس نیاید با پای دیواری که بر آن صورتت نگار کنند. گر تو را در بهشت باشد جای، دیگران دوزخ اختیار کنند. این ضرب المثل بدان آوردم که بدانی که صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت بل بیشتر. زاهدی در سمای رندان بود، زنمیان گفت شاهدی بلخی. گر ملولی زیما تورش منشین، که تو هم در میانی ما تلخی. جمعی چو گل و لاله به هم پیوسته، تو هیزم خوشک در میانی رسته. چون باد مخالیف و چو سرمانا خوش، چون برف نشسته ای و چون یخ بسته. حکایت. رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بیکران حقوق صحبت ثابت شده. آخر به سبب نفع اندک آزار خاطر من روا داشت و دوستی سپری شد و با این همه از دو طرف دلبستگی بود. شنیدم که روزی دو بیت از سخنان من در مجمع همی گفتند: نگار من چه در آید بخنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. چی بودی ار سر زلفش به دستم افتادی، چه آستینی کریمان به دست درویشان. طایفه دوستان به لطف این سخن نه، که بر حسن سیرت خیش گواهی همی داده بودند و آفرین برده، و او هم در این جمله مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت دیرین تأسف خورده و به خطای خیش اعتراف نموده. معلوم کردم که از طرف او هم رغبتی هست. این بعدها فرستادم و صلح کردیم. نما را در میان عهد و وفا بود، جفا کردی و بدعهدی نمودی. به یک بار از جهان دل در تو بستم، ندانیستم که برگردی بزودی.
هنوزت گر سر صلح است بازای، کزان مقبولتر باشی که بودی. یکی را زن صاحب جمال جوان درگذشت و مادر زنی فرتود. به علت کابین در خانه متمکین بماند و مرد از محاورت او به جان رنجیدی و از مجاورت او چاره ندیدی تا گروهی و آشنایان به پرسیدن آمدند. شریکی گفتا چگونه ای در مفارقت یاری عزیز؟ گفت نادیدن زن بر من چنان دشوار نمی آید که دیدن مادر زن، یعنی نادیدن زن بر من چنان دشوار نمی آید که دیدن مادر زن. گل به تاراج رفت و خار بماند، گنج برداشتند و مار بماند. دیده بر تارک سینان دیدن، خوشتر از روی دشمنان دیدن. واجب است از هزار دوست برید، تا یکی دشمنت نباید دید. حکایت. یاد دارم که در ایام جوانی گذر داشتم به کویی و نظر به روی در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی و سمومش مغز استخوان بجوشانیدی. از ضعف بشریت تا به آفتاب هجیر نیاوردم و التجا به سایه دیوار کردم مترقیب که هر تموز از من ببرد آب فرو نشاند. که همین آگاه از ظلمت دهلیز خانه روشنی بتافت یک جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید، چنان که در شب تار صبح براید یا آب حیات از ظلمات بدر آید. قدح برف آب بر دست و شکر در آن ریخته و به عرق برآمیخته، ندانم به گلابش متعیب کرده بود یا قطره چند از گل رویش در آن چکیده. فل جمله شراب از دست نگارینش برگرفتم و بخوردم و عمر و جوانی از سر گرفتم. خرم آن فرخنده طالع را که چشم بر چنین روی افتاد هر بام داد. مست می بیدار گردد نیمی شب، مست ساقی روز محشر بام داد. حکایت. سال محمد خوارزمشاه با خطا از برای مصلحت صلح اختیار کرد به جامع کاشغر در آمدم. پسری دیدم به خوبی و حسن، به غایت اعتدال و نهایت جمال، چنان که در امثال او گویند معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. من آدمی به چنین شکل و خوی و قد و رویش ندیدم مگر این شیوه از پری آموخت. مقدمه نحوی زمخشری در دست داشت و همی خواند. گفتم ضرب زیدون امرن و کان المتعدی امرن، یعنی زد زید امر را و امر گذرانده بود. ای پسر، خوارزم و خطا صلح کردند و زید و امر را همچنان خصومت باقی است. بخندید و مولیدم پرسید. گفتم خاک شیراز. گفت از سخنان سعدی چی داری؟ گفتم طبع تو را تا هوسی نهو کرد، صورت صبر از دل ما محو کرد. ای دل عشاق به دام تو صید، ما به تو مشغول و تو با امر و زید. بامدادان
که به عزم سفر مصمیم شدم، گفته بودندش که فلان سعدی است. دوان آمد و تلطف کرد و تأسف خورد که چندین مدت چرا نگفتی که منم سعدی. تا شکر قدوم بزرگان را میان به خدمت بستمی. گفتم با وجودت ز من آواز نیامد که منم. گفتا چی شود گر در این خطه چند براسایی تا به خدمت مستفید گردیم. گفتم نتوانم به حکم این حکایت. بزرگی دیدم اندر کوه ساری، قناعت کرده از دنیا بغاری. چرا؟ گفتم به شهر اندر نیایی، که باری بندی از دل برکشایی. بگفت آنجا پریرویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. این بگفتم و بوسه بر سر و رخ یکدیگر دادیم و وداع کردیم. بوسه دادن بر روی دوست چی سود، هم در آن لحظه کردنش پدرود. سیب گویی وداع یاران کرد، روی از این نیمه سرخ و زان سو زرد. حکایت: خرقه پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود. یکی از عمرای عرب مرو را 100 دینار بخشید تا قربان کند. دزدانی خفاجه ناگاه بر کاروان زدند و پاک ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردن گرفتند و فریاد بیفایده خواندند. گر تضرع کنی و گر فریاد، دوست زر باز پس نخواهد داد. مگر آن درویش صالح که بر قرار خیش مانده بود و تغییر در او نیامده بود. گفتم مگر معلوم تو را دوست نبرد؟ گفت بله برد، ولیکن مرا با آن الفتی چنان نبود که با وقت مفارقت خسته دیلی باشد. نباید بستن در چیز و کس دل، که دل برداشتن کاریست مشکل. گفتن مناسبی حال من است آنچه گفتی، که مرا در عهد جوانی با جوان اتفاق مخالطت بود و صدق مودت تا به جایی که قبله چشمم جمال او بودی و سود و سرمایه عمرم وصال او. مگر ملائکه در آسمان وگر نبشر، به حسن صورت او در زمین نخواهد بود. به دوستی که حرام است بعد از صحبت، که هیچ نفته چنو آدمی نخواهد بود. تا گه پای وجودش به گل اجل فرو رفت و دود فراق از دودمانش برآمد، روزها در خاکش مجاورت کردم و از جمله بر فراقی او گفتم کاش که آن روز که در پای تو شد خار اجل، دست گیتی بزدی تیغ هلاک هم بر سر. تا در این روز جهان بی تو ندیدی چشمم، این منم بر سر خاکی تو که خاکم بر سر. آن که قرارش نگرفتی و خواب، تا گل و نسرین نفشاندی نخست، گردش گیتی گلی رویش بریخت، خاربونان بر سر خاکش بروست. بعد از مفارقت او عزم کردم و نیت جزم، و بقیت زندگانی فرشی هوس در نوردم و گردی مجالست نگردم. سودی دریا نیک بودی گر نبودی بیم موج، صحبت گل خوش بودی
گر نیستی تشویشی خار. دوش چون تاووس می نازیده من در باغ وصل، دیگر امروز از فراق یار می پیچم چمار. حکایت. یکی را از ملوک عرب حدیث مجنون و لیلی و شورش حال او بگفتند که با کلا کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده و زمام عقل از دست داده، بفرمودش تا حاضر آوردند. ملامت کردن گرفت که در شرف نفس انسان چه خلل دیدی که خوی بهایم گرفتی و ترک عشرت مردم گفتی. گفت: کاش که آنان که به من جستند، رویت ای دلستان بدیدندی، تا به جای ترونج در نظرت بی خبر دست ها بریدندی، تا حقیقت معنی بر صورت دعوی گواه آمدی. ملک را در دل آمد جمال لیلی مطالعه کردن تا چی صورت است که موجب چندین فتنه است، بفرمودش طلب کردن. در احیای عرب بگردیدند و به دست آوردند و پیش ملک در صحن سراچه بداشتند. ملک در هیئت او نظر کرد، شخصی دید سیاه فام باریک اندام. در نظرش حقیر آمد، به حکم آن که کمترینی خوددامی حرمی، حرمی او به جمال از او در پیش بودند و به زینت پیش. مجنون به فراست دریافت، گفت: از دریچه چشم مجنون باید در جمال لیلی نظر کردن تا سری مشاهده او در تو تجلا کند. تندرستان را نباشد درد ریش، جز به هم دردی نگویم درد خیش. گفتن از زنبور بی حاصل بود، با یکی در عمر خود ناخوردنیش. تا تو را حالی نباشد همچما، حال ما باشد تو را افسانه پیش. سوز من با دیگری نسبت مکن، او نمک بر دست من بر عضویش. حکایت. قاضی همدان را حکایت کنند که با نعلبند پسری سرخوش بود و نعل دلش در آتش. روزگاری در طلبش متلهیف بود و پویان و مترسید و جویان و بر هوا حسب واقعه گویان. در چشم من آمد آن سهی سروی بلند، بیر بود دلم زدست و در پای افکند. این دیده شوخ می کشد از دیل به کمند. خواهی که به کس دیل ندهی، دیده ببند. شنیدم که در گذری پیش قاضی آمد، برخی از این معامله به سمعش رسید و زاید الوصف رنجیده دشنامی بی تهاشی داد و سقط گفت و سنگ برداشت و هیچ از بی حرمتی نگذاشت. قاضی یکی را گفت از علمای معتبر که هم اینان او بود، آن شاهدی و خشم گرفتن بینش، و نقطه بر بروی تروش شیرینش. در بلاد عرب گویند ضرب الحبیب زبیبون، ضربه محبوبه چون مویز است. از دست تو مشت در دهان خوردن، خوشتر که به دست خیش نان خوردن. همانا که از وقاحت او بوی سماحت همی آید، انگوری نواورده ترشتم بود. روزی دو سی صبر کن که شیرین گردد. این بگفت و به مسند قضا باز آمد. تن چند از بزرگان و دول در مجلس حکم او بودند.
زمین خدمت ببوسیدند که به اجازت سخنی بگوییم، اگر چی ترکی ادب است. و بزرگان گفتند نه در هر سخن بحث کردن رواست، خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. اما به حکم آن که سوابق این عام خداوندی ملازم روزگار بندگان است، مصلحتی که ببینند و اعلام نکنند نوعی از خیانت باشد. طریقی ثواب آن است که با این پسر گرد طمع نگردی و فرش ولع در نوردی، که منصب قضا پایگاه منی است، تا به نگاه شنی ملوث نگردانی. و حریف این است که دیدی و حدیثین که شنیدی، یکی کرده بی آبرویی بسی، چی غم دارد از آبرویی کسی. بسی نام نیکوی 50 سال، که یک نام زشتش کند پایمال. قاضی را نصیحت یاران یک دل پسند آمد، بر حسن رای قوم آفرین خواند و گفت نظری عزیزان در مصلحت حال من عینی ثواب است و مسئله بی جواب، ولیکن ملامت کن مرا چندان که خواهی، که نتوان شستن از زنگی سیاهی. از یاد تو غافل نتوان کرد بی بهجم بهیجم، از یاد تو غافل نتوان کرد بهیجم، سرکفتمارم نتوانم که نپیچم. این بگفت و کسان را به تفحص حال وی برانگیخت و نعمت بیکران بریخت و گفتند هر کی را زر در ترازوست، زور در بازوست، و آن کی بر دینار دسترس ندارد، در همه دنیا کس ندارد. هر کی زردید سرفرود آورد، ور ترازوی آهنین دوش است. فی الجمله شب خلوت میسر شد و هم در آن شب شهنه را خبر شد. قاضی همه شب شراب در سر و شاهید در بر، از تنعم نخفتی و به ترنم گفتی. امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس، او شاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس. یک دم که دوست فتنه خفته است زنهار، بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس. تا نشنویز مسجد آدینه بانگ صبح، یا از در سرای اتابک غری و کس. لب از لب چو چمس چو چشم خروس ابلهی بود، لب از لبی چو چشم خروس ابلهی بود، بر با برداشتن با گفتن بیهوده خروس. قاضی در این حالت که یکی از متعلقان در آمد و گفت چی نشینی؟ خیز و تا پایداری گریز، که حسودان بر تو دقی گرفتند بلکه حقی گفته. مگر آتش فتنه که هنوز اندک است با آب تدبیری فرو نشانیم، مبادا که فردا چو بلا گیرد عالم فرا گیرد. قاضی متبسم در او نظر کرد و گفت 5 درصد برده زیغم را، 5 درصد برده زیغم را چه تفاوت کند که سگ لاید. روی در روی دوست کن بگذار، که عدو پشت دست می خواید. ملک را هم در آن شب آگهی دادند که در ملک تو چنین منکری حادث شده است، چی فرمایی؟ ملک گفت من او را از فضلای عصر می دانم و یگانه روزگار. باشد که من معاندان در حق وی حفظی کردند، این سخن در سمع قبول من نیاید، مگر آنگه که معاینه گردد که حکما گفتند با تندی سبک دست بردن با تیغ، با دندان برد پشت دستی دریغ. شنیدم که سهرگاهی با تن چند خاصان
به بالین قاضی فراز آمد. شمع را دید ایستاده و شاهد نشسته و می ریخته و قدح شکسته و قاضی در خواب مستی و بیخبر از ملک هستی با لطف اندک اندک بیدار کردش که خیز آفتاب برآمد. قاضی دریافت که حال چیست، گفتا از کدام جانب برآمد؟ گفت از قبل مشرق. گفت الحمدلله که در توبه همچنان باز است، که دری توبه همچنان باز است. این دو چیزم بر گناه انگیختند، بختی نافرجام و عقلی ناتمام. گر گرفتارم کنی مستوجبم، ور با بخشی عف بهتر که انتقام. ملک گفتا توبه در این حالت که بر هلاک اطلاع یافتی سودی نکند. چه سود از دزدی آنگه توبه کردن که نتوانی کمند انداخت بر کاه. بلند از میوه گو کوتاه کن دست، که کوتاه خود ندارد دست بر شاخ. تو را با وجود چنین منکری که ظاهر شد سبیل خلاص صورت نبندد. این بگفت و موکلان عقوبت در وی آویختند. گفتا که مرا در خدمت سلطان یکی سخن باقی است. ملک بشنید و گفت آن چیست؟ گفت با آستین ملالی که بر من افشانی طمع مدار که از دامنت بدارم دست. اگر خلاص محال است از این گناه که مراست، بدان کرم که تو داری امیدواری هست. ملک گفت این لطیفه بدی آوردی و این نکته غریب نگفتی، ولیکن محال عقل است و خلاف شرع که تو را فضل و بلاغت امروز از چنگ عقوبت من رهایی دهم. مصلحتان بینم که تو را از قلعه به زیر اندازم تا دیگران نصیحت پذیرند و عبرت گیرند. گفت ای خداوند جهان، پرورده ای نعمت این خاندانم و این گناه نه تنها من کردم، دیگری را بینداز تا من عبرت گیرم. ملک را خنده گرفت و به عف از خطای او درگذشت و متعنیتان را که اشارت به کشتن او همی کردند گفت هر کی هم مال عیب خیشتنید، طعنه بر عیب دیگران مزنید. حکایت. جوان پاک باز و پاک رو بود که با پاکیزه روی در گرو بود. چنین خواندم که در دریای اعظم به گردابی درفتند با هم، به گردابی درفتادند با هم. چو ملاح آمدش تا دست گیرد، مبادا کند در آن حالت بمیرد. همی گفت از میانی موج و تشویر مرا بگذار و دست یاری من گیر. در این گفتن جهان بر وی دراشفت، شنیدندش که جان می داد و می گفت حدیث عشق از آن بطال منیوش، که در سختی کند یاری فراموش. چون این کردند یاران زندگانی، زیکار افتاده بشنو تا بدانی. که سعدی راه و رسم عشق بازی چنان داند که در بغداد تازی. دلارامی که داری دل درو بند، دیگر چشم از همه عالم فرو بند. اگر مجنون و لیلی زنده گشتی، حدیث عشق از این دفتر نبشتی.